دوستان من در حالی که یورو و کوپا امریکا در سرعت قرار دارند بازار ترانسفری فعال‌تر شده است و یک روز آخر شماره خبرهای رسمی زیاد شده ایستادند بهترین های اونها را ما جمع کردیم و در برنامه امروزه پیشکش شما میگردونیم شما قرار دارید در کانال میدان تیجی و می سر وقته با شما من میرزور گیروف اگر آماده باشید رفتیم که دیگرها پیش از ما نروند پیش از سر کردن بیای دانش فوتبالی شما رو بسنجیم در کامنتری نویسید که این تاریخ ترانسفر کدام فوتبالباز است با سوال گذشته ما اولی شده سایوالی رحیموف جواب درست داد صبح بر وقت 11 ایول ما رو رقابت فینال کوپا امریکا انتظار است ارجنتینا برزیلیا سوره اساسی این مسابقه لیو مسی در حالت ایدئالی ورزشی قرار دارد و تو کانته و لواندوفسکی رو در ریتینگ فاوریت های توپ طلایی دریاب کرد نیمار عیناً همین گونه فینال رو پیشگویی کرده بود اما منتخب برزیلیا رو چمپیون امید با این سخنان نه همه روزی خواهند شد برزیلیا در حقیقت منتخب پرقوت است اما مخصوص در کوپا امریکای سال 2021 بازی آنها دقت جلب کننده نیست و نتیجه های بازی از مهارت فوتبالبازان علاهیده و بستگی دارد انا ارجنتینا باشد همچون دسته خیلی خوب به نظر می رسد و پس از 30 سالی بی‌جایزه بودن خود موتیواسیاش برای غلیب شدن خیلی کلون است من ماز به غلبه ارجنتینا باور دارم زیرا در اکس با اون کوفیسنت بلند پیشنهاد میکنند برای شوق‌ورتر شدن بازی می توانید از خدمات رسانه های اونها استفاده کنید اینچنین برای همه اونهایی که می خواهند رجیستراسی کنند خوشخبر دارم اگر در جای پروموکد کلمه میدان رو نویسید در اولین پرداخت به شما تا 100 دلار بونوس می دهند سلکه بازی در کامنتاریا منتخب تاجیکستان امکان روخت گرفتن به جام جهانی 2022 را از دست داد اما حالا شانس دارد به جام آسیای 2023 رود شیربچه های ما در مرحله انتخابی آن بازی میکنند و این رقابت ها ماه فوریه سال 2022 آغاز میگردند عموماً تیم ملی ما میتوانست بر وقت به جام آسیا روخت گیرد روسیه اگر به دور سوم مرحله انتخابی جام جهانی 2022 میبرآمد شتاور که میدونیم در جدول دسته های جای های دیوم منتخب تاجیکستان جای ششم رو اشغال کرد حال که پنج دسته اول امکان برآمدن به دور نوبتی را داشتند به شیربچه های ما پنج گل نرسید زیرا شماره خول هایشون با لبنان که در جای پنجم قرار داشت برابر بود اما از روی نتیجه گل ها قفا ماند اکنون منتخب ما یک سال رو به بازی های رسمی پشت سر میکند و همش با سبب انتخاب نادرست ترنر شما شاید خبر نداشته باشید اما عثمان توشف قبل از تاجیکستان در چمپیونات افغانستان کار میکرد که این مسابقه همگی دو هفته دوام میکند اکنون در این یک سال بدون بازی های رسمی زیدی منتخب های چون بنگلادش برونه و کمبوجا در بازی های دوستانه اشتراک خواهیم کرد پس از بخت از میانما با حساب 4-3 فدراسیا باید چاره های ضروری رو میاندیشید و ترنر رو ناو میکرد اون وقت خود دیر نشده بود تا حالت رو تغییر دهیم از طرف دیگر همه گونه رو به سر سرمربی بار کردن درست نیست شاید فوتبالبازان در میدان قرارهای ترنر رو درست اجرا کرده نتوانسته باشند گذشته در گذشته ماند حالا باشد مثل که برای ما رسم شده است امید به آینده ایم بنده ایم چلسی شکار خود را از پشت ایلینگ هالند ادامه و ایستاده است ابراموویچ و دیگر اعضای دسته خیلی جدی نسبت خریداری والکین تابستون رفتار کرده ایستادهاند طبق معلومات نشریه روزهای نزدیک دسته لندنی به دورتموند 150 میلیون فونگ پیشنهاد خواهد کرد روبرت چلسی چنین میشمارد که باروسا هیچ گو چنین پیشنهاد را رد نخواهد کرد این مبلغ در حقیقت کیهونی است ان اگر اون را با یورو حساب کنیم بازم بیشتر میشود این گزارش برای چلسی و عموما برای تمام انگلیا رکوردی خواهد بود روسیه اگر سیتی کین رو با ارزش از این هم بیشتر خریداری نکند آریستاکرات ها میخواهند موفقیت خود رو موسم آینده هم تکرار کنند با چنین ترانسفر این کار رو کردن انیق ممکن است خودم فوتبالبازی نوتکرار است و آینده درخشان دارد اما حالا به 150 میلیون فونت نمیارزد دسته لندنی نه تنها فوتبالباز میخرد اینچنین میفروشد حملگر دسته الیوی ژیرو نزدیک است به میلان گزارش کند در این باره همه اینسایدرون مشهور ایتالیوی خبر میدهند یعنی این گزارش 80% عملی شده است اویدی خریداری خوان همین رو گفتنیم که چلسی ریسک کلون خواهد کرد اما این به سبب نیست توپ دسته از جمله ریال و بارسلونا هم به ایلینگ هواسمند دارند اما این توبیسون از سبب کریسی مولوی نمیتواند او رو خریداری کند بنابراین چلسی میخواهد از این لحظه موفق استفاده کرده برای خریداری خوان همه امکاناتش رو استفاده نماید سال آینده الکی دیر خواهد شد شرنامه نوی مسی با بارسلونا یکی از موضوعهای اساسی این تابستان است حتی یکم ایول گذشت و عین حال مسی رسما فوتبالبازی بارسا به حساب نمیرود اما تا حال برای امضا کردن قرارداد نو دسته کتانی امکان ندارد در حالی که روبریت میگوید همهاش خوب است و به دل مخلصان امید میبخشد اما پرزیدنت لالیگا خاویر تباس حالت را تماما دیگر خشار میدهد بیاید بفهم که دیروز در پرس کنفرانسیا چی گفت من نمیدونم که آیا مسی موسم نو رو با بارسا آغاز کرده میتواند یا نه اگر دسته در حال یکچند فوتبالبازان خود را فروخته لیمیتی فیپلی مولوی رو ایجاد نکند بستن شرنامه نو بولیو ناممکن است
من میخواستم که او در لالیگا بقماند، اما قویده است. حتی به خاطر فوتبال بازی چون مسی بارسا نمیتواند اون رو ویران کند. گفت پرزیدنت لالیگا خاویر تباس. اگر مسی سال گذشته با بارسا شردمه رو دراز میکرد چون این پرابلم ها نمیشدند. اما همه ما خوب میدونیم که اون وقت چی رخ داده ایستاده بود. اکنون باشد کار خیلی مشکل است. خویر تباس شرطوی انیق رو گفت. بارسا باید یکچند فوتبال بازونش رو فروشد، اما در این وقت بازینگاونی که با فروش گذاشته شدند نمیخواهند دسته رو تر کنند. یکی از شوی نفران میرالین پیانیچ است که 8 میلیون یورو معاش میگیرد. اون نمیخواهد اگنتی آزاد شود و شاید عین حال در جستجوی دسته نباشد. خبر داده شده بود که ارسنال با او هوسمند دارد. آنها همین گونه کاروبار در بارسا روبریاد نشد، اما در برابر این پروبلم های نو آغاز گردند. باوری ندارم که مسی از بارسا میرود، اما انیق است که یک گروه فوتبال بازان دسته کاتالونی رو ترک میکنند. پیانیش یک گونه فوتبال بازی نیست که با رو خط سیاه کاتالونی داخل شده است. نشه ها خبر میدهند که گریزمان از میتواند از بارسا رود. تو انجام بزرگ ترانسفری زیاد از یک ماه دیگر مانده است. خبرهای رسمی رو انتظار خواهیم شد. بنابراین شما هم در کانال ابنا شده زنگولا رو پخش کنید تا اولین شده درباره خبرها معلومات گیرید. و رحمت که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. خیر.